دوره فوتوشاپ و پریمیرمون به پایان رسید و نه اینکه ادامه ندیم حالا اگر مطلبی موضوعی تو ذهنم اومد یا شما درخواست فرمودید دوباره ادامه خواهیم داد ولی از امروز میخوایم افتر افکت رو شروع کنیم و خب افتر افکت رو یه مقدار متفاوت شروع میکنیم در اصل اون دوره آموزشی بود ولی این یکی بیشتر آموزشیه چون توی این یکی میخوام ویدیوهای طولانی تری بذارم و خیلی تر در موردشون صحبت کنم مسلما که اون دوره ها کامل نبود ولی میتونه کمک کنه برای کسانی که حالا هیچ اطلاعی ندارن و یا حالا شاید اطلاع دارند دنبال یک سری از موضوعات میگردن و خب فرصت زیادی ازشون نمیگردن یعنی کل اون دوره من فکر کنم دو ساعت از کسی وقت نمیبره و خب موضوعات خیلی زیادی و با توجه به این زمان پوشش میده خب این جلسه رسمی اسمش گوشم جلسه صفر افتر فکت و میخوایم اول ببینیم که کار افتر فکت چیه و بعد ببینیم چه پیش نیازهایی احتیاج هست و بعد ببینیم توی این دوره ما میخوایم چی بگیم خب اول ببینیم که افتر فکت چیه افتر افکت خیلی با پریمیر کارشون رو را میندازن ولی به قول خود من افتر افکت یه چیز دیگه است البته این نکته رو بهتون بگم افتر افکت نم افزار سنگینیه و بابت سنگین بودنش خب به یه مقدار وقت میگیره یه مقدار هم بعضی ازش ترس و وحشت دارند یه مقدار هم ممکنه بعضی ها رو نداشته باشن که حالا الان معرفی میکنم که چه سیستم احتیاج داره و همچنین توی جلساتی که برگزار میکنم حتما راه های واسطون بیان میکنم که با سیستم های ضعیف هم بتونید باهاش کار بکنید ولی خب افتر افکت در کل من توی دو طبقه کلی یا چهار طبقه قرارش میدم برای پروژه هایی که میخوایم انجام بدیم یک پروژه هایی که نیاز به ادیت دارن یعنی یه پروژه هست انجام شده میدن که شما ادیت کنید البته برای ادیت من پریمیر رو ترجیح میدم پریمیر بهترین نرمافزاره. نمیتونیم بگیم بهترین نرم افزار ولی یکی از بهترین نرم برای ادیت فیلم ولی خب مدل ادیت با ادیت فرق میکنه یه وقت من میخوام یه که فیلم رو ببرم بله با پریمیر خیلی راحت تره چون سبکترم هست افتر فکر خب یه مقدار سنگین تره ولی یه وقتایی من میخوام یه چیزی از توی فیلم حذف کنم باید یه ماسک بذارم باید ترک کنم خب اینجا افترفی خیلی قوی تره و ما میایم به این سم پس افتر افکت در درجه اول به درد ادیت اینجور فیلم ها نه ادیت کلی ادیت کلی برش و اینجور مسائل با پریمیر در اون حدی که اونجا آموزش دادم البته که پریمیر رو خیلی بیشتر میشد جلو بری ولی تا اون حدی آموزش دادم که نیاز هست برای افتر افکت یعنی ما نمیتونیم فقط افتر افکت بلد باشیم باید حتما یه مقدارم پریمیر بلد باشیم چون افتر افکت سنگینه ما نمیتونیم یه پروژه سنگین رو بیاریم تو افتر افکت ما پروژه های کوچیک در حد ده ثانیه 15 ثانیه شاید حتی کمتر میاریم از پریمیر توی افتر افکت درستش میکنیم دوباره برش میگردونیم تو پریمیر و اینا رو متصل میکنیم به هم دیگه وگرنه اذیت میشیم وگرنه نمیگم نمیشه خیلی از کارهای اینو اون میکنه خیلی از کارهای اونو این میکنه ولی خب یه سری کارا هست که با یکیشون راحت تره و سریع تره و البته قدرت افتر در یک جاهایی واقعا خیلی بالاتره که به هیچ عنوان پریمیر نمیتونه اون کار رو بکنه پس خب یکی شد ادیت ادیت یک سری از فیلم ها که فیلم حاضره فیلمو به شما میدند و شما همین فیلمو باید ادیت کنی این فیلمو یا یه نفر به شما داده مشتری یا خودت فیلم گرفتی از عروسیت از بچت حالا این فیلم یه دفعه یه مشکلی توش هست و این فیلم باید ادیت شه باید یه تغییراتی توش حاصل شه باید یه گوشه هایش بریده بشه و و و تا اینکه اون چیزی که خودت میخوای بشه پس این از این قسمت بعدی نه ما باهاش فیلم میسازیم و شما میدونید تو تمام این نرم افزارا مخصوصا فتوشاپ حالا پریمیر نه به نظر من به درد این کار نمیخوره بیشتر به درد ادیت میخوره ولی مثلا فوتوشاپ ببینید ما میتونیم باش کار ادیت و ویرایش انجام بدیم میتونیم باشه کاری خلق کنیم میتونیم باشه پروژه خیلی شیک و تراتمیز تمیز در بیاریم حالا افتر افکت هم همینه افتر برای خلق برای جلوه های ویژه است برای آدمای با سلیقه است حالا دوباره این نکته هم عرض کنم اینکه شما ته افتر افکت و پریمیر رو فتوشاپ بشید اصلا مشخص نمیکنه که شما آدم موفقی تو این زمینه بشید بله کار خودتون رو میتونید به دست بگیرید ولی اینا نهایتا یه سلیقه میخواد اینا نهایتا یک ابزارند ابزاری که باید بدیم دست صاحب فنش شما باید صاحب این فن باشید حالا از این ابزار استفاده کنید وگرنه اگر آدم بی هنری باشید اگر ذوق و استعداد نداشته باشید اگر از هنر هیچ بهره نگرفته باشید نمیگم اینا به دردتون نمیخوره کار روزمره رو حل میکنه ولی خب اهل فن استفاده ها از اینها میکنند پس یه قسمت دیگهش اینه که ما اصلا با افتر افکت میخوام یه پروژه ایجاد کنیم هدف ادیت یک فیلم نیست نه اصلا فیلمش هم خودمون تولید میکنیم مثلا میخوان بپریم تو موبایلمون یا میخوان چون از موبایلمون آب بریزه پس اینا اصلا از قبل من برنامه ریزی میکنم خودم چند تا فیلم میگیرم و اون فیلم ها رو اصلا میدونم چه فیلم هایی میخوام بگیرم اون فیلم ها رو خودم با برنامه ریزی میریزم برنامه میریزم اصلا بگیران واسش میذارم اصلا فیلم بازی میکنم جا به جا میشم فیلمی نیست که به من داده باشن فیلمیه که من خودم تولید میکنم و اصلا بعضی وقتها بدونید شاید این فیلمو تولید میکنید حالا همین فیلم رو به هزار ضرب و زور میتونید با افتر افکت درستش کنید ولی یه چند تا ایرادش رو اگر برطرف کنید و فیلم رو دوباره بگیرید حالا اینا رو تایی آموزش خدمتتون ارز میکنم دیگه تو افتر افکت خیلی کاری ندارید ولی خب اگر که دقت نکنید بعدا تو افتر خیلی باید عذاب بکشید تا بتونید درست عذابش در بی... عذاب درش بیارید پس این قسمت دوم که این دوتا قسمت تو قسمت فیلم بود که افتر روی فیلم کار میکرد پس که شد ادیت فیلم که بهتون میدن که حالا یه چیزی اضافه کنی یه چیزی کم کنی و کی نه خلق فیلم ها که اصلا اون دیگه یه فیلم نیست شما بابت یه صحنه شاید چندین فیلم بگیری و بعد اینا رو با استفاده از افترفک تبدیل کنی به یک فیلمی که شامل یک جلوه ویژه خیلی شیکوپیک و تراتمیز و حالا ویژه و خاصه و بعد از این افترفکت میره تو وادی انیمیشن یا موشن گرافیک چیزی که فیلم نیست چیزی که انیمیشنه موشن گرافیکه یعنی حالا تفاوت انیمیشن با موشن گرافیک چیه؟ انیمیشن اول بگم انیمیشن یه کارتونه حالا این کارتون ممکنه یه ماشین توش حرف بزنه ممکنه یه حیوان توش حرف بزنه ممکنه یه آدم کشیده باشن حرف بزنه ممکنه یه مربع حرف بزنه مثلا که اونجا یک شخصیتی وجود داره یک کاراکتری وجود داره کاراکتری شخصیت دیگه شخصیتیه که حرف میزنه شخصیتی که اصلا ممکنه حرف نزنه با رفتار و حرکاتش با شما حرف میزنه شما ارتباط برقرار میکنید با اون کاراکتر و شاید اصلا ویژن بعدیش هم بیاد شاید اصلا بهش دل ببندید شاید بهش بخندید سرگرم کننده است موشن گرافیک اون هم یک مدل انیمیشنه ولی روح نداره بیشتر تبلیغاتیه اکثرا حالا ممکنه یه لوگو توش باشه یا مثلا فرض کنید برای ساختن بنر یا تیزرهای تبلیغاتی یا فرض کنید ببینید برای تیزرهای تبلیغاتی بعضی از انیمیشن استفاده میکنن و بعضی مثلا یک کاراکتر به وجود میارن به وسیله اون تبلیغات میکنن ولی موشنگرافیک اینطوری نیست موشنگرافیک کاراکتری توش نیست یک سری از نوشته خیلی از موشن ها نوشته هستند تکست هستند و خیلیشون اشکالن مربع مثلث شکل های خیلی عجیب خوشگل خوشرنگ حرکات این حالا به هر صورت اشکال و تکست ها هست که موشن گرافیک میگم هر صورت توسط افتر افکت تولید میشه که افتر افکت خدای این کاره که ما بهش به شدت توی این دوره میپردازیم تا بتونید با قدرت موشن گرافیک های خیلی شیک برای تبلیغات کار خودتون صفحتون یا واسه مشتری طراحی کنید ولی خب دوباره قسمت آخرمون که قسمت دوم بعد بعدیشه انیمیشنه همونطور که شما خیلی از کارهای افترفکت رو میتونید با پریمیرم بکنید به همون نسبت من عرض کردم پریمیر تا یه جایی از یه جایی به بعد یعنی من تو پریمیر دیگه بخوام چندین آبجکت بذارم شروع کنم به کیفرم دادن اصلا دست و پا میپیچه به هم دستاتی که افتر استاد این کاره تو افتر افکت شما تر چند تا میخوای آبجکت بذار شروع کن به کیفرم دادن اصلا دست و نمیبنده اصلا برای همین کاره اینا رو میتونی قشنگ با هم دیگه فیکس کنی زمانش و همزمان ببینی خیلی راحت این کار با پریمیر نمیگم نمیشه سخته زمان بره مثل این میمونه که بله شما آموزش تون گذاشتم شما با فتوشاپ هم میتونید کار فیلم بکنید ادیت فیلم بکنید ولی فتوشاپ برای این کار نیست ما این کار رو با پریمیر انجام میدیم حالا ممکنه یه پروژه خیلی سبک و دم دستی و خیلی ساده رو با بشه انجام داد با فتوشاپ ولی به هر صورت اگر کار بخواد پیشرفته باشه ابزارش ابزار پریمیره و خب حالا میخوام اینو بگم درسته که ما میتونیم انیمیشن هم طراحی کنیم ابزارهایی هم هست پلاگین های زیادی هم هست و حالا ولی به نظر من این کار افتر افکت حداقل تا این زمان و اصلا فکر میکنم نه تا این زمان در کل نیست چون خود ادوبی یه ابزار دیگه برای انیمیشن ایجاد کرد به غیر از اون مثلا موهو هم هست اونا امکانات خیلی بیشتری دارند و میگم نمیگم با افتر نمیشه با اونها بهتر میشه راحتتر میشه قدرتمندتر میشه که حالا این دورمون که تموم شد سراغ اونها هم خواهیم رفت و بعد از اون البته ما انیمیشن رو هم بهش خواهیم پرداخت همینطور که میبینیم ما در دوره پریمیرمون یه مقدارم رو افکت های کار کردیم فقط ادیت نخوندیم ولی یه مقداری که فقط باش آشنا بشید ولی اینجا کامل میخونیم قدرتمند در موردش میخونیم و در موردش وقت میذاریم تا اینکه کامل یاد بگیریم اما در مورد انیمیشن هم همینطور ما حالا ابزار رو معرفی میکنیم چند تا انیمیشن ساده هم با هم دیگه تراحی میکنیم و ابزارش هم میشناسیم ولی قدرتمند فکوسمون روی نرم افزار بعدی خواهد بود که انیمیشن رو بتونی به صورت حرفه‌ای و ساده چون ابزارهای خیلی ساده تری هست یعنی وقت آدم کمتر گرفته میشه و خیلی شیکتر و ترتمیزتر در میاد میگم خود ادوبی هم حتی و نرم افزار دیگه ای برای انیمیشن درست کرد که اون خیلی راحت تره و خیلی قابلیت های بیشتری برای انیمیشن داره پس این از افتر افکت و چهار تا کارش که دو بود دو بود بهتون گفت حالا بریم سر نیازا افتر افکت به چی نیاز داره شما افتر افکت میخواید بلد باشید کلا بدونی پایه همه اینا فتوشاپ شما نمیتونی فتوشاپ بلد نباشی و بیای تو این زمینه کار بکنی باید یه ذره فتوشاپ بلد باشی که اون یه ذره رو من بیشتر از یه ذره دورش رو گذاشتم حدود یه ساعت بیشتر ازتون شاید وقت نگیره بتونید ببینید تو یک دقیقه من تو هر کدوم از این ویدیو شرح کردم دو تا نکته رو بهتون بگم که با فتوشاپ آشنا باشید ما باید فتوشاپ رو حالا حرفه ای ولی باید بشناسیم باید بتونیم عکس ادیت کنیم باید بتونیم یه چیزی از عکس کم کنیم یا حالا یه عکسی که خودمون می‌خوایم به اون صورتی که میخوایم ایجاد بکنیم پس این از این به پریمیر هم نیاز داریم چون پریمیره که فیلم های بزرگ و تیکه تیکه میکنه قسمت هاشو... قسمت‌هایشو میده به افتر افکت درست میکنه و دوباره میده به پریمیر و پریمیر اونو دوباره خروجی میگیره و حالا ما تحویلش میدیم مگر اینکه حالا پروژه های کوچیکی داشته باشید در حد مثلا حتی دقیقه هم نه نمیگم نمیشه خب سنگینه و اذیت میکنه رندر میکنه مرتب و کلا صدای کامپیوترتون به هواست کارم نمیتونید بکنید و اذیتتون میکنه پس این از این پس ما اون دو تا نرم افزار رو حتما احتیاج داریم و در اون حدی که احتیاج دارید من آموزش دادم یعنی کسایی که اونا رو بلد نیستن نگران نباشن میتونن برن نهایتا دو ساعت وقت بذارن و یه خوبیش هم اینه که طبقه بندی کردم هر کدومش یه ویدیو یه دقیقه است که اصلا بتونید بگردین پیداش کنید من خودم ممکنه یه چیزی یه دفعه یادم بره این ابزار چی بود خب وقتی کار نکنید با یه چیزی فراموش میکنید بعضیا کارشون تخصصشونه هر روز دارن کار میکنن ولی کسی که خب مثلا بعضی وقتا میخواد استفاده بکنه یه دفعه یادش نمیاد میدونه همچین چیزی بود ولی یادش نمیاد میتونه یه نگاه بکنه و خیلی سریع پیدا کنه و بیاد نگاه کنه شاید یه دقم ازش وقت نگیره و بعد استفاده کنه چون بلده پس این از اون میمونه سر سخت افزار مسلما خب سخت افزاری که شما نیاز دارید باید 8 گیگرم رو داشته باشه کارت گرافیک چهار بهترین حالت واسه حالا بهتر بیشتر باشه چه بهتره باشه خوب کار میکنه ولی حالا سه هم داشته باشید شاید بتونید کار من خودم سیستمام یکیش کارت گرافیکش سه یکیش هم دوه یکیش چاره با همون دعا هم دارم کار میکنم نمیگم مشکل ندارم به هر سات دارم کار میکنم ولی خب یه نکته رو بدونی افتر افکت هنگ میکنه یه وقتا وسط پروژه به هم میریزه که اینا رو در طی آموزش یادتون میدم که چی کار کنید و باید حتما دقت کنید وگرنه ببینید کلی زحمت کشیدید به باد رفت افتر افکت اون حجم قابل توجهی هم از هاردتون رو نیاز داره یعنی یه وقتا میبینی یه پروژه 20 گیگ نیاز داره برای اینکه کار بکنه پس در جریان باشید هم هاردی باید داشته باشید که به هر صورت جا داشته باشه هم 8 گیگ رم باید داشته باشید کارت گرافیک 4 داشته باشید بهترین حالت البته میگم بالاترش که خیلی بهتره ولی با 4 کار میکنه حالا با 2 میشه کار کرد نگرانش نباشید خب و اینکه ما چی کار میکنیم تو این دوره و تو این دوره ما چطور شروع میکنیم توی این دوره من بهتون قول میدم تمام تلاش همو میکنم که ویدیوها طولانی نشه من تو هر ویدیو از اول شروع میکنم انگار کسی چیزی نمیدونه قسمت به قسمت آموزش رو میریم جلو از پایه انگار هیچ چی نمیدونن از افکت ولی قسمت به قسمت یعنی وقتی میخوام در مورد کامپوزیشن توضیح بدم یه ویدیو فقط در مورد کامپوزیشن میذارم همه چیشو میگم ادیت کردنش پریکامپ کردنش همه رو توضیح میدم که هم قشنگ یاد بگیرید هم به عنوان یه مرجع براتون بمونه حالا مثلا اگر چند وقت بعد یه دفعه یادتون اومد اه فلان ابزار رو میخواستم چه جوری بود یا فلان افکت چی بود یه دقیقه پیداش کنید و برید یه نگاش کنید و وقتم ازتون زیاد نگیره البته من به غیر از درس دادن تلاش میکنم اول خیلی سریع آموزشش بدم که مثلا وقتتون زیاد گرفته نشه و بعد در همون ویدیو چند تا مثالم میزنم چند تا تمرینم میکنیم که واسه هم اونجا بیفت حالا عزیزانی که استادن نیاز ندارن تمرینش نمیبینن اونا که نمیخوان یاد بگیرن تمرینش انجام میدن و خب اگر ویدیو قرارش طولانیشه دوتاش میکنم یعنی نهایتا من سعی میکنم ویدیوها رو زیر ده دقیقه تموم کنم ولی بعضی از موضوعات ممکنه با ده دقیقه تموم نشه و باید مثلا یه پروژه توش انجام بدیم ممکنه گستردگیش زیاد باشه نمیذارم بیشتر از 15 دقیقه بشه یعنی اگر خواست بیشتر از 15 دقیقه بشه بره بشه 16 دقیقه میکنمش مثلا دو تا هشت یا یک ده و یک پنج برای اینکه بتونید سبک باشه و اذیت نشید طولانی که میشه خسته کننده میشه نمیخوام خسته شید نمیخوام زده بشید چون نرم با ارزشیه چون نرم که اگر بلد باشید میشه ازش پول در آورد میشه موفق شد و میشه خیلی خوب پول در آورد و میشه حتی تو کار خودتون تو تخصص خودتون هر چی که باشه تو رسانه های خودتون حتی خیلی کوچیک حتی یه رسانه شخصی خونوادگی اینها رو خیلی راحت بگم به رخ بکشید نشون بدید چون ببینی کار از همینجا به دست میاد کار از همینجا پیدا میشه یه مثال کوچیک واساتون بزنم من پسرم اینا رو بهش آموزش دادم وقتی اینا رو بهش آموزش دادم دوست داشت سلیقه‌ش هم داشت مثل من نیست که هنر نداشته باشم اون هنرمنده افتاد شروع کرد به تمرین کردن و شروع کرد به پروژه انجام دادن بعد همینجور میزد تو پیجش یا مثلا تو گروهش با مدرسه با دوستاش از همونجا مشتری پیدا کرد همونجا دوستاش دیدن ای اینا رو خودت درست میکنی من یه جا سر کار میرم یه دوستی دارم نمیدونم اون احتیاج داره میای واسش مثلا روی یه دونه اتوبوس رو طراحی کنی میخواد توش غذا فروشی بزنه ببینید یعنی فکر نکنید از هوا و آسمون باید پروژه بیاد نه پروژه در اطراف شماست فقط این قابلیت شماست که باید نشون داده بشه تا دیگران ببینن بپسندن و بیان سراغتون حالا به غیر از این بله سر کارم که رفتید باید یه چند تا کار انجام شده داشته باشید باید سلیقه‌شو داشته باشید کارشو بلد باشید تسلط داشته باشید ولی بدونید این کاریه که هم هست هم همه نیاز دارن هم پول خوب توشه پس برای همین تلاش میکنم که کسی رو زده نکنم از این قضیه و تا اونجایی که در توانم هست از اون چیزهایی که اطلاع دارم و تجربیاتی که حالا به دست آوردم در اختیارتون قرار میدم و شما هم در طی این مسیر حالا کمکم خواهید کرد اگر موردی بود جایی مسلبی بود سوالی داشتید حتما بپرسید جواب میدم سوالا رو تو ویدیوهای بعدی و به غیر از اون اگر مطلبی رو جا انداختم دوباره میتونی بگی در این موردم بگو میگم بلد نباشم میرم میخونم ده تا ویدیو شده صد تا ویدیو نگاه میکنم یاد میگیرم و میام تقدیمتون میکنم اینطوری به نفع خودم هم هست خودم هم یاد میگیرم چون خودم هم دارم ازشون استفاده میکنم امیدوارم که این دوره به دردتون بخوره بخوره